ملک ایرانیان. بینندگان گرامی، با درود فراوان به شما. سال 1397 زمانی آغاز می شود که امید و ناامیدی در جامعه غربت گزیده ما به نهایت ریشه دوانده. امید و ناامیدی در ارتباط با رستگاری ملت ایران و استقلال و آزادی، همان آرزویی که بیش از 100 سال از ملت ایران در راه به دست آوردن آن می کوشد. در این میان میبینیم هرچی بیشتر زمان میگذرد واقعیت ها خود را بیشتر میشناساند. واقعیت این که ما در کشور خودمان طی قرن ها هرگز از آزادی برخوردار نبودیم، و اگر بیشتر جستجو کنیم در میابیم که اصولا در خطه ای که ما زندگی میکنیم، یعنی خاورمیانه، هرگز آزادی به معنی امروزی آن، یعنی برخورداری از دموکراسی، وجود نداشته. ولی به هر حال ما در خارج از کشور که در اکثر موارد با هموطنان داخلی کشور هم‌آمیخته و هم فکر هستیم، از یک چیز بیش از همه رنج میبریم، و آن این است که در سال 1397 که اکنون آغاز شده است، این خجالت آور و شرمسار کننده است که در کشور کهنسال ایران زمین یک ملایی بر تخت حکومت نشسته و به ملت بزرگ ایران نحوه زندگی و ارتباطات انسانی را به سبک 1400 سال پیش با مغالطه دیکته می کند. تاریخ این فاجعه را به نام ما ثبت خواهد کرد. متاسفانه اکثر رسانه های خارج از کشور هم این واقعه اسفناک را بیشتر در چارچوب طنز و کمدی و یا سیاسی و خشن که مثلا براندازی است مطرح می کنند، ولی اصل واقعیت بسیار دردناک است، نه ظاهر آن. امروز قرار است که به یاد صادق هدایت، نویسنده‌ای که در 67 سال پیش اقدام به خودکشی کرد، برنامه بزرگداشت او را که 30 سال قبل تهیه کرده بودیم تکرار کنیم. اما حضور صادق هدایت در صحنه ادبیات ایران زمین نمودار آن است که روزی روزگاری مردی از خطه ایران زمین با دیدگاه دین ستیزی خود انگوش بر ریشه عقب افتادگی ملتی گذاشت که کم سابقه بود. شاید هم دوره او فقط کسروی بود که با قلم خود به افشاگری می پرداخت، اما هدایت دقیقاً مانند دوران روشنگری غرب، یا برای مثال همان انفلایتمنت که در آلمان و اروپا چشمها را گشود، با نوشته های خود در پوست استخوان هم نسل‌های من در آن دوران رسوخ کرد. متاسفانه دیدگاه راستین هدایت در دوره محمد رضا شاه پهلوی هیچ توجه دولت مردان را به خود جلب نکرد. عقیده من شاید علتش همین بود که چون دربار ما مذهبی بود و همانطوری که ترور زنده یاد کسروی را جدی نگرفت و رضایت علمای دین را برآورده کرد، به همین دلیل هم به هدایت و دیدگاهش توجهی آنچنانی نکرد. باز کاش فقط همین بود، چون متاسفانه شاهد شدیم که جامعه جهت گریز از خرافه هم قدم بر نمی داشت. و شاید باز فکر میکنم به همین دلیل بود که آل احمد ها و شریعتی ها و شایگان ها در رأس روشنفکری جامعه ما قرار گرفتن. حتی احسان نراقی خودمان و حسین نصرها راه پیشروی روحانیت تمامیت خواه را بیشتر گشودند، تا جایی که در دانشگاه هم مسجد ساختند، که البته این یکی هم با موافقت پادشاه انجام شد. بگذاریم. چندین دهه قبل از بازگشایی مسجد در دانشگاه تهران، صادق هدایت سردابه‌های شاه عبدالعزیز را به نقد کشیده بود و دلیل کل بدبختی ملت و کشور ایران را در پستوهای عقب افتاده آنجا و قم ارزیابی می‌کرد. جالب اینجاست که چندین سال پس از او، غرب ستیزی رونق بازار مطالعه‌گران آن دوران شد و بازگشت به خیشتر خیش نقد روشنفکری عقب افتاده هایی چون آل احمد ها شد، و چند دهه طول کشید تا ملت متوجه شود که تئوری غرب ستیزی توهمی عقب افتاده بیش نبود و فقط دستاویزی شد تا ملاهان، مثلا روشنفکران مذهبی، از آن به حکومت دینی
به نام جمهوری اسلامی برسند که حالا پس از گذشت 40 سال ما شاهدیم که بوی تعفن مردم ستیزی و فساد و بیمایگی این نوع حکومت زندگی ملتی را به تباهی و سیاهی کشانده است. خب قبلا اعلام کردیم که 19 فروردین ماه مصادف است با روزی که یکی از پیشکسوتان داستان نویسی مدرن ایران اقدام به خودکشی کرد. امروز ما می‌دانیم که علت خودکشی او بیشتر عدم تحمل فقر فرهنگی و نابسامانی در جامعه آن روز کشور ما بوده، تازه در دورانی که ایران از یک آزادی‌های نسبی مقداری برخوردار بود، یعنی سال‌های 20 شمسی. 30 سال قبل زمانی که هنوز تلویزیون‌های ماهواره‌ای به وجود نیامده بود و اکثر برنامه‌های تلویزیون لس آنجلس متأسفانه فقط برنامه‌های تفریحی تولید می‌کردند، ما در هر هفته در برنامه خود سعی بر آن داشتیم که فاصله فرهنگی را در غربت به هم نزدیک کنیم، یا مثلا با همین امکانات کم تولید مثلا فرهنگی کنیم، چون معتقد بودیم که در غیر این صورت آینده تیره‌ای در انتظار ما خواهد بود. حالا چقدر موفق شدیم من نمیدونم، ولی به هر حال سعی میکردیم که در مسیر ضد فرهنگ قدم بر نداریم. از این رو برنامه‌های فراوانی را تولید کردیم که یکی از آنها همین بزرگ داشته صادق هدایت است که البته با امکانات بسیار کم 30 سال پیش که نه اینترنتی وجود داشت و نه گوگل و اسکایپ. باید تأکید کنم که این برنامه‌ها البته با همکاری فرهنگ دوستانی که به ما یاری دادند انجام شد، از جمله نادر نادرپور، فرهنگ فرهی، علیرضا میبودی، علیرضا نوریزاده و تعداد بیشماری که من را در این راه یاری میدادند. موسیقی متن این بزرگداشت هم از کارهای دوست عزیزم فرید فرجاد است که با همت احمد پژمان به من پیشکش شد. این فعالیت ها بدون پشتوان مالی همیشه انجام میشد. خب همه اینها در دورانی رو میداد که ما شاهد یک دید عامیانه در مورد صادق هدایت بودیم. کسانی او را چپ سیاسی یا نویسنده سورئالیست می‌دیدند و در مجموع از او که کاراکتری پر ابهام از یأس و بدبینی داشت، همراه با جهد بفکورش از او نویسنده‌ای ساخته بودند که کارش به جنون کشیده شده بود. این قشر بدون توجه به نگاه بسیار هوشمندانه و عمیقش به جامعه آن روز ایران، فرصت شناخت تفکر فوق زمان صادق هدایت را از دست دادند. و اما ما امروز 67مین سالگرد فوت او را بزرگداشت صادق هدایت می‌نامیم. Thank you.
در سال 1366 و 67 شمسی، 30 سال قبل در پاریس، فقط دو تن در حیات بودند که خاطراتی از صادق هدایت داشتند. یکی خواهر او، اخترالملوک هدایت، و دیگری احمد میرفندرسکی، وزیر خارجه کابینه زنده یاد دکتر بختیار، که در بزرگداشت صادق هدایت از وجود آنها بهره می‌گیریم. صادق هدایت در شب سه‌شنبه 28 بهمن سال 1281 برابر با 17 فوریه سال 1903 در خانواده سرشناس و دارای بالاترین مقام‌های دولتی در تهران شماره 11 خیابان کوشک چشم به جهان می‌گشاید. پدرش اعتزادالملک سرپرست مدرسه نظام، مادرش زیورالملوک و پدر پدر بزرگش رضا قلی خان هدایت نویسنده دوره قاجار بود. در 6 سالگی دوره ابتدایی را در مدرسه علمیه تهران آغاز می نماید و دوره متوسطه را در دبیرستان دارالفنون و سن لویی می گذراند. دوران تحصیل وی در دبیرستان سن لویی با آغاز آشنایی او به زبان و به خصوص ادبیات فرانسه همراه است که تا پایان زندگیش همچنان به آن عشق می برزد. صادق هدایت در همین سالها فعالیت ادبی خود را آغاز می کند. در سال 1302 او با نوشتن مقدمه‌ای بر رباعیات خیام نخستین اثرش را به وجود می‌آورد. در سال 1303 انسان و حیوان و زبان حال یک الاغ در وقت مرگ را انتشار می‌دهد و در سال 1304 دوره دبیرستان سن لویی را به پایان می‌رساند. صادق هدایت در بهار 1305 به همراه نخستین گروه دانشجویان اعزامی به اروپا می‌رود. نزدیک یک سال در بلژیک میماند و سپس برای تحصیل رشته معماری به فرانسه سفر میکند. صادق هدایت در سال 1306 کتاب فواید گیاهخواری را در برلن منتشر میکند. در یکی از نخستین روزهای اردیبهشت 1307 هدایت بران میشود که خود را در رودخانه مرن غرق کند، ولی نجاتش میدهند. در آذر ماه همان سال اولین نمایشنامه خود پروین دختر ساسان را مینگارد. هدایت در سال 1309 افسانه آفرینش و دو داستان اسیر فرانسوی و حاجی مراد را در پاریس می نویسد. سپس به ایران باز می گردد و پروین دختر ساسان را در تهران انتشار می دهد و داستانهایی را که در پاریس نوشته بود به همراه چند داستان دیگر که در اوایل بازگشتش به ایران می نویسد در مجموعه‌ای به نام زنده به گور به چاپ می رساند. آشنایی او با بزرگ علوی، مجتبی مینوی و مسعود فرزاد در همین دوره آغاز می شود. در سال 1310 مجموعه کوچک اوسانه را که شامل ترانه‌های عامیانه، چیستان‌ها و بازی‌هاست منتشر می‌کند و با همکاری بزرگ علوی و دالشین پرتو کتاب سه‌داستانی آن ایران را به چاپ می‌رساند. صادق هدایت در سال 1311 در مدت کوتاهی کتاب‌های اصفهان، نصف جهان و سه قطره خون را می‌نویسد. سال بعد 4 اثر دیگر خود، سایه روشن، نیرنگستان، علوی خانوم و مازیار را انتشار می دهد. در سال 1313 مقدمه دیگری بر رباعیات خیام می نویسد و آن را به همراه رباعیات وی که از نظر فکر فلسفی آنها تقسیم بندی شده است در مجموعی به نام ترانه های خیام به چاپ می رساند و در همین سال با همکاری مسعود فرزاد اثر طنزآمیز و انتقادی وقوق صحاب را نیز منتشر می کند. صادق هدایت در سال 1315 به هندوستان سفر می کند. در بمبئی میان پارسیان به فرا گرفتن زبان پهلوی می‌پردازد و سرانجام شاهکارش بوفکور را که به علت سانسور شدید نتوانسته بود در ایران به چاپ برساند به خط خودش به صورت پالیکوپی منتشر می‌کند. در سال 1316 به ایران باز می‌گردد و سال آیندهش در اداره موسیقی کشور آغاز به کار می‌کند. هدایت تا سال 1320 به سبب سانسور نمی‌تواند حتی یک اثر هنری خود را به چاپ برساند و تنها به انتشار تحقیقات و مطالعات خود در پیرامون فرهنگ مردم ایران و همچنین ترجمه های خود از متون پهلوی می‌پردازد. در سال 1318 گجسته عبالیش و کارنامه اردشیر پاپکان ترجمه هایش از متون پهلوی را منتشر می‌کند و با سرگرد مینباشیان در طبع و نشر مجله موسیقی آغاز به همکاری می‌نماید. در سال 1320 هنگامی که سانسور ناگهان برداشته می شود هدایت بوفکور را تجدید چاپ می کند.
پس از یک سال چهارمین مجموعه داستان خیش سگ ولگرد را انتشار می‌دهد. در سال 1322 همکاری خود را با مجله سخن آغاز می‌کند و در همین مجله ترجمه داستان مسخ اثر فرانتس کافکا را به چاپ می‌رساند. در همان سال گزارش گمانشکن را از متون پهلوی برمی‌گرداند. هدایت در سال 1323 ترجمه زند وهمنیسن یا بهمنیشت کتاب اسرارآمیز کهن ایران را از متون پهلوی انتشار می‌دهد. همچنین داستان آب زندگی و مجموعه انتقادی ولنگاری را نیز در همین دوره منتشر می‌کند. در سال 1324 صادق هدایت عضویت انجمن روابط فرهنگی ایران و شوروی را می‌پذیرد و با نشریه آن پیام نو همکاری می‌نماید. در این سال جزو هیئت مدیره نخستین کنگره نویسندگان ایران انتخاب می‌شود و به ازبکستان سفر می‌کند. مدت 2 ماه در آنجا به سر می‌برد و در روز 30 دی ماه به ایران باز می‌گردد. در همین سال نیز دست به انتشار اثر کوبنده و پر از پرخوش خود حاجی آقا می‌زند و یک سال بعد افسانه آفرینش را که نمی‌تواند در ایران منتشر کند در پاریس به چاپ می‌رساند. در همان سال داستان فردا را می‌نویسد. در سال 1327 هدایت با نوشتن پیام کافکا که به همراه داستان گروه محکومین اثر فرانتس کافکا ترجمه حسن قائمیان منتشر می شود، هرچه بیشتر پوچی و بیهودگی زندگی را اعلام می کند. پیام کافکا آخرین پیام خود اوست. در سال 1328 از هدایت دعوت می شود در کنگره جهانی هواداران صلح شرکت نماید، ولی او نمی تواند از ایران خارج شود و این پیام را می فرستد. امپریالیست ها کشور ما را به زندان بزرگی مبدل ساختند. سخن گفتن و درست اندیشیدن جرم است. من نظر شما را در دفاع از صلح می ستایم. صادق هدایت در سال 1329 کتاب مسخ را که شامل ترجمه‌ای از آثار کافکا می باشد با همکاری حسن قائمیان انتشار می دهد و سرانجام در آذر ماه همان سال به پاریس سفر می کند. این بار سفر هدایت بدون بازگشت به میهن خواهد بود. روز 20 فروردین سال 1330 برابر با 11 آوریل سال 1952 صادق هدایت در 48 سالگی در آپارتمان اجاره‌ای خود واقع در شماره 37 خیابان شامپاینه با گاز به زندگی خیش پایان می‌دهد. روز 27 فروردین جسد هدایت پس از توقف کوتاهی در مسجد پاریس در گورستان پرلاشز به خاک سپرده شد. هدایت در پایان زندگی خیش بیش از 20 اثر بزرگ از مجموعه آثارش آفرید. 2 اثر چاپ نشده وی، توپ مرواری و فیول بلاد الاسلامی الفرنجیه یا کاروان اسلام در سال 1357 به چاپ رسیدند. تعدادی از نوشته ها و چند کتاب هدایت که گمان می رود هنوز در دست است و تا کنون انتشار نیافتند عبارتند از تاس چهل کلید، دره گلمرگ، عنکبوت نفرین شده و در جاده نمناک. هدایت با وجود اینکه آثار فراوانی از خود به جای گذاشت، اما در روزهای واپسین بسیاری از کارهای خود را از بین برد. باز شما را به گورستان پرلاشز پاریس میبریم بر سر مزار هدایت. لازم به یادآوری است که غلام حسین ساعدی نیز در کنار مزار هدایت به خاک سپرده شده است. اگر چه حال یا دیریست کام بی کاروان کولی
از این دشت غبار آلود کوچیده است و طرف دامن از این خاک دامنگیر برچیده است. هنوز از خیش پرسم گاه، آه چه می دیده است آن غمناک روی جاده نمناک. این اشاره آقای مهدی اخوان ثالث به اثری است به نام جاده نمناک که گویا صادق هدایت در واپسین دم حیات این اثر رو به آتش میکشه و آن وقت در بستر مرگ قرار میگیره. به هر حال ما در پی بازسازی این اثر بودیم، این اثری که صادق هدایت اون رو به آتش کشید، یک برنامه تلویزیونی با آقای انجوی شیرازی و شادروان مسعود فرزاد درباره همین اثر داشتیم و میخواستیم ببینیم که آیا اونها با چند و چون این اثر آشنا هستند یا نه. آقای انجوی و آقای فرزاد، شادروان مسعود فرزاد، هر دو گفتن که دست نوشته ای از این اثر رو از صادق هدایت یک بار گرفتن و خوندن و خاطری زیادی از اون اثر رو نداشتن. اون چی که میگفتن این بود که زمینه محلی و مکانی این اثر جایی در شمال ایران بوده، جاده نمناک ظاهرا اشاره ای است به یک جاده ساحلی. و اما چرا صادق هدایت این اثر رو به آتش کشید نامعلومه. صادق هدایت همونطور که میدونید یک انسان غیر مترقب است. شاهکارهایی که او به عرصه ادبیات ایران تقدیم کرده غیر مترقبه و کارهایی که در زندگیش کرده، از جمله اینکه میگویند ساعاتی قبل از اینکه خودکشی کنه و شیر باز گاز رو باز کنه به یک عکاسی در یکی از محلات پاریس میره، عکسی از خودش میندازه و اون وقت به خانه باز میکرده. به هر حال انسان‌های بزرگ همیشه انسان‌های غیر مترقبه نیست هستند. داستان‌های کوتاه در ایران زمانی قدرت و زیبایی شناختی خود را یافت که صادق هدایت با هوشمندی و آگاهی بسیار به فن و تکنیک داستان نویسی به آن پرداخت. هدایت و جمالزاده را باید آغازگر داستان نوین در ایران دانست، اما ارزش هدایت به مراتب از همه نویسندگان برجسته تر و بارزتر است. دکتر مرتضی میرآفتابی. در داستانهای کوتاه صادق هدایت یک فضای سنگین مرده یأس‌آلود غمبار وجود داره و پایان داستان همیشه با جدایی و ناکامی همراه است. چرا؟ اگر به چند داستان اشاره کنیم و به علتهای اون نگاهی بیفکنیم، شاید روشنایی هایی برای ما پیدا بشه درباره داستانهای کوتاه صادق هدایت. در آینه شکسته جمشید و اودت عاشق همدیگه میشن و به همدیگه علاقمند میشن. در پایان داستان اودت نامه‌ای برای جمشید مینویسه و در اون نامه مینویسه که همکنون من خودم رو به امواج دریا میسپرم و خودم رو غرق میکنم. در داستان لاله خداداد و لالو، خداداد عاشق لاله میشه و در پایان داستان میبینیم که لاله با مرد دیگری میره و خداداد به کلبه خودش میره و خودش رو دیگه از کلبه بیرون نمیاد و در همون کلبه میمیره. در داستان داشاکل، داشاکل عاشق مرجان میشه، اما در پایان داستان میبینیم که به مرجان نمیرسه و خودش رو به دست کاکارستم میکشه. همینطور در گرداب یا در شبهای ورامین، سه قطر خون، حتی گجسته دژ و محلل و بوفکور و مثلا صورتک ها که منوچهر رو درخشنده عاشق هم میشن، اما در پایان داستان در درون اتومبیل میسوزن و میمیرند. و یا اینکه در داستان گرداب که همایون با بدری زندگی میکنه ولی در پایان داستان میبینیم که اونها از هم جدا میشن و هما بچه اونها میمیره. چرا؟ چرا این همه غم، یأس، حرمان و جدایی در پایان داستانهای هدایت متجلی است؟ اگر به این نکته بیاندیشیم که صادق هدایت یک داستان نویس، یک نویسنده رئالیست انتقادی است، یعنی واقعیتگراست، واقعیتگرای انتقادی است، مثل اونوره دو بالزاک، تورستوی، چخوف و
دیکنز و دیگر نویسندگان قرن 19. صادق هدایت بر اساس رئالیسم یا رئالیسم انتقادی رابطه های علت و معلولی که در جامعه حاکم هست اونها رو مطرح میکنه، به اونها میاندیشه، به مناسبات اجتماعی میاندیشه و به گونه‌ای به عوامل و شرایط اجتماعی، به ماهیت تاریخی پدیده ها و واقعیت ها میاندیشه، به روابط درونی پدیده ها و ارتباط این پدیده ها به همدیگر میاندیشه، به ماهیت تکامل تاریخی واقعیت ها میاندیشه. صادق هدایت به تضادهای عینی در جامعه میاندیشه. در نتیجه اگر نویسنده‌ای به این تضادها به درون جامعه، به زندگی نگاه کرد و اگر زندگی غمبار بود، اون جامعه غمبار بود و استبداد در اون جامعه حکمفرما بود، ظلم و جور و اسارت حکمفرما بود و نبود آزادی حکمفرما بود، از داستان نویس خودمون نمیتونیم توقع داشته باشیم که او از لبخندها و عشقهای به سرانجام رسیده و از پیروزیها گفتگو بکنه. در زمانی که صادق هدایت اون داستانها رو می نویسه و بوفگو رو می نویسه، ما می بینیم که در همین زمان شاعرش رو لب می دوزند و در بیمارستان او رو خفه می کنند و می کشند. کسی مثل فرخی یزدی که شعری درباره آزادی سروده، او رو می کشند. یا شاعر دیگری مثل میرزاده عشقی رو در روی پله های خانش به ضرب گلوله می کشند. یا شاعر دیگری رو به نام نیما یوش منزوی می کنند. پس داستان نویس نمیتونه از جریانهای تاریخی زندگی مردم دور باشه. او واقعیتها رو مینویسه، اما این واقعیتها رو با بیان کیفی، احساسی، عاطفی مینویسه. یعنی قدم اول او شناخت این واقعیتهاست و در پایان آفرینش هنری. هدایت در زمانی میزیست که این اسارتها، این غم، این پریشانی، ترس، استبداد وجود داشت و او نویسنده واقعیت زندگی مردم بود. اینجا توجه شما را به سخنان دکتر جنتی عطایی که به طور اختصاصی در پاریس ثبت شده جلب میکنیم. صادق تنها کسی است که تونست کابوس ها و هزیان هایی که بر اثر عوامل تخریبی روان یک انسان به وجود میاد اینا رو جمع جور بکنه و در آثارش منعکس بکنه. یعنی خیلی کار مهمی و این برای اولین بار در ایران بود. شما بوف و کور رو وقتی میخونین، سگی ولگرد رو میخونین، یا علوی خانم میخونین، یه چیزایی میبینین که دیگران ننوشتن و به این دلیل من بهش میگم که پیشاهنگ داستانهای کوتاه سیاه در ایران صادق هدایت. شما در اروپا نمونه هایی که میتونید به ما بگین از این تیپ نویسندگان، چه نویسندگانی هست؟ سپاسگزارم از این سوالتون، خیلی عالیه، ولی قابل قیاس نیست خلقیات فرانسوی اروپایی با خلقیات ایرانی. نه. فرض کنیم که در فرانسه نویسندگانی هستن مثل کافکا. نه. یا ادگار آلن پو، یا آخریا ژرار دو نروال. صادق رو با ژرار دو نروال مقایسه کردن، اما من میخوام بگم که صادق ارجحتر و برتر از ایناست، چون زندگی فرانسوی و خلقیاتش با زندگی ما فرق داره. مثل اینکه براتون مثال بزنم، معذرت میخوام، آبزیای کنار دریا، کسانی که در کنار دریا زندگی میکنن خاصیت ماهی رو پیدا میکنن، کسانی که در دشت زندگی میکنن خاصیت اسب و سرکشی رو، و این منتقل کردن به روی کاغذ یک کار بسیار مشکلی است و نبوغ میخواد و استعداد، و صادق این استعداد داشت و هیچ کس تا اون تاریخ این چیزا رو نداشته بود. شما موقعی که صادق هدایت در بستر مرگ خفت در پاریس بودید؟ بله بله، اما
ساده یک وضع فقیرانه داشت زندگیش، درآمدی نداشت که بتونه خوب زندگی کنه. یک دوست داشت در هامبورگ که میخواست برای دیدن او بره. من احساس کردم که میخواد بره چون او بهش بده کار بود برای پول زر. صادق یه خانواده بسیار بزرگ و اشرافی داشت و هیچ وقت دست طلب پیشون دراز نکرد. برادرش معاون نخست وزیر ایران بود و هیچ وقت این نخواست. یا دامادش رسمارا بود، رئیس تاد ارتش و یا نخست وزیر، ولی هرگز این خواهش رو نکرد. بنابراین با یک زندگی فقیرانه و درویش مابانه، خلاصه بهتون بگم، با چون گیاهخوار بود، در بند شکم نبود، در بند مغزش بود. بنابراین رفت به هامبورگ و به من وقتی که میخواست بره به من گفت جنتی وقتی برمیگردم به تو تلفن خواهم کرد که بیای و باز هم دیگر ببینیم. ولی متاسفانه روز 19 فروردین که من شنیدم انتحار کرده و رفتم به سراغش، دیدم که در بستر ارتحال دراز کشیده و پیکرش در جان من تنین انداخت صداش که ای زندگانی، تو اون موهبت عزیزی که باید میبودی برای من نبود. بینندگان گرامی، بزرگداشت صادق هدایت را ادامه می‌دهیم با مصاحبه اختصاصی همکارمان ژاله نیکجو در پاریس با اختر ملوک هدایت، خواهر 91 ساله صادق هدایت، آغاز می‌نماییم. خانم با عرض تشکر از اینکه وقتتون رو به ما دادی، می‌خواستم بگم که خاطراتی که شما از کودکی از صادق هدایت دارین بر ما نقل کنید. بچه‌ای بود خیلی خوشگل و خیلی آرام، خیلی شیطون نبود، خیلی هم آمده و اداهای قشنگ هم داشت. بچه شوخی بود؟ بله. و مادر من فوق‌العاده علاقه زیاد به این بچه داشت. چند تا خواهر برادر بودین شما؟ 6 بودیم. بله. اما شیشمی هنوز به دنیا نیومده بود. صادق خان 2 بود. صادق خان بله 2 بود و خیلی هم اداهاش قشنگ بود، خوشگلم بود، هممون دوستش داشتیم. مادرم که فوق‌العاده اینو دوست داشت و شبم میبرد اتاق خودش بلی خودش میخواب. از جوانی ایشون یک کمی بر ما بله دوستانشون گاهی میامدن به سراغش. راه اتاقش علاهده بود. بله. هیچ کس آمده رفته اونو نمیدید. میامد بیر اتاق. دوستشم از همون راه میامد اتاقش و اونجا صفحه های موزیک اروپایی میذاشتن. بله. موزیک اروپایی خیلی دوست دارم. صفحه میذاشت و گوشی عرقش هم میذاشت و آجیل هم میذاشت. از دوستش پذیرایی میکرد. بعد هم با هم میرفتن گردش. آها. یک کافه ای هم بود در خیابون استانبول. رئیسش یه ارمنی بود. اونجا یک میز همیشه مال صادق هدایت. اون یک میز همیشه برای اون نگه می داشت.
از که میشد یعنی پاتوقش اونجا بود؟ بله پاتوق اونجا بود که دوستانش هر کدوم بخوان اونو ببینن باید بیان دور اون میز. خودش هم میرفت میشست، دوستانش هم میرفتن اونجا میگفتن و میخندیدن و شوخی میکردن و مسخره‌گری میکردن و از سیاست حرف میزدن و نمیزدن و هر کاری میکردن پای اون میز بود. هر کدوم هر چی میخواستن دستور میدادن اون صاحب اون کافه براشون میخواست. اسم دوستاشون رو به خاطر داری تا اندازه ای؟ دوستایی که شما در ارتباط با ایشون میدیدی؟ بله دیگه همین بزرگ علوی بود و مینبی بود و یعنی از هم فرزاد خانلری بود و دورون میز خانلری هم میره مقدم بود فرزاد بود فرزاد بود خیلی ها بودن چند تا بودن. خانم شما فکر میکنه اگه ایشون زنده بودن چه نظری راجع به حکومت فعلی ایران داشتن؟ نظر خوبی نداشت. نظر خوبی نداشتن شایدم حالا از بین میره. تحمل نمیتونستم بکنم. نه تحمل نمیتونستم بکنم. از خودکشی ایشون شما چیزی به خاطر دارین؟ چرا؟ چگونگیش؟ برای چی؟ بیشترش از روی ناامیدی بود. از زندگی دیگه ناامید شده بود. از وضعیت به علت بیپولی یا به علت ناامیدی از اجتماع به چه علت فکر میکنی؟ به علت چیز اجتماع من ناراحتی مردم مردم فقیر رو که میدید خیلی ناراحت میشد حساسیت داشت. بله حساسیت داشت. دید کسی خیلی به فکر اینا نیست. یادتون میاد چه جوری خبرشو دادن؟ چه جوری شد؟ شما هیچ به خاطر دارید خودتون؟ قبل از اینکه خودکشی کنم در کجا بودند؟ همینجا در پاریس بود دیگه. بله روز قبلش کجا بودن؟ مثل که با فامیل روز قبلش پلی اون دخترم بود. بله منزل مظفر فیروز. بله پیش خواهرزادش بود و میگفتن و میخندیدن و از توپ مرواری تعریف میکرده میگفتن و میخنده اصلا هیچ حس نکرده دختر من که این همچه خیالی داره نه از بشرش چیزی فهمیدن نه از فکرش چیزی فهمیدن حس نکرده اتاقش هم عوض کرده بود که آدرسش کسی ندونه و لای در اتاق و پنجره ها رو همه رو پنبه چپونده بود که گاز اون تو بمونه گاز نره از لای در و یک ملافم پن میکنه کف آشپزخونه خودشون رو دراز میکشه و همسایه ها میگن میبینن بوی گاز زیاد میاد بوی گاز میاد و پلیس خبر میکنه پلیس خبر میشه و میاد توی این محل و بعد در اتاق رو میشکنه میبینه قفل باز نمیشه در اتاق رو میشکنه وارد اتاق میشه میبینه که بله صادق هدایت تموم کرده از بین رفته مثل آدم خواب مثل آدمی که خواب باشه اینطور بله چیزی هم مثل که آتیش زده خانم قبل از این که بعضی از آثارش رو قبل از مرگ آتیش زده صادق هدایت آتیش یا پاره کرده بود بله یه مقدارش هم پاره کرده بود زیر میزش ریخته بود بله دیگه نفهمده اون پاره ها رو که جمع کرده شما آره هیچ به اون آثاری رو که پاره شده بود و اینا در دست کسی دیگه از دوستانشو ندیدین یعنی نتونستین جمع آوری کنید نه نتونستم دیگه بله. اما خونه اون دخترم که همیشه پادشه بله خیلی زیاد میرفت خیلی خوشش میومد خیلی دخترم باهاش شوخی میکرد میگفتن میخندن شوخی میکردن اغلب هر هفته نهار دعوتش میکردن میرفت اونجا روز پیش از مرگشم باز اونجا بود پیش دخترم بود میگفت میخندید و هیچ آثار دلخوری در روحیه در بشره این آدم نمیدیدن که همچی فکری داره یعنی میشه گفت که مرگ و ایشون با استقبال و خیلی راحت با استقبال بله فکر میکرده که راحت میشه از این زندگی که زجر میکشه ناراحتی داره راحت میشه
داره. ادامه این برنامه را در برنامه هفته آینده خواهید دید با ارائه دیدگاه افرادی متفاوت. با ما باشید در نگاه به کوچ ایرانیان، با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم. و ما در غربت همچنان دوره می کنیم شب را و روز را، هنوز را.